سلام، خوش اومدید همگی به یک ویدیو دیگه از خبرهای روزانه بازی فورتنایت. دوباره خبرهای عالی دارم که میخوام براتون در موردشون صحبت کنم. اسکین لوزر فروت قراره به زودی به داخل بازی اضافه بشه که خود لوزر فروت به صورت رسمی تاییدش کرده که تو این ویدیو کامل بررسیش میکنیم. غیر از این اطلاعات زیادی رو در مورد فلرگان ها در داخل بازی پیدا کردیم که قراره یک آتش سوزی خیلی زیادی در داخل بازی اتفاق بیفته و موضوعات خیلی جدیدی هم در مورد ماشین ها و حتی بگم کامیون ها در داخل بازی پیدا کردیم که در مورد همشون در این ویدیو صحبت میکنم همراه با سرنوشت مایدس. بیایم این هفته رو با انرژی شروع کنیم و همتون یه لایک بزرگ به ویدیو بدید تا اولین ویدیو هفتمون رو با یک انرژی بیش از اندازه شروع کنیم. و تازه به کانال آشنا شدید، سابسکرایب رو فراموش نکنید که بزنید و جز وایر گنگ بشید و در کانال مشترک بشید. و بدون هیچ معطلی دیگه‌ای بریم ببینیم چه اتفاقات جدیدی داره در داخل بازی فورتنایت میفته. خب اولین موضوع رو من میخوام با یک موضوع خیلی خوب شروع کنم که در مورد آپدیت های بازی فورتنایت که برای همه به نظر من مهمه که میتونید روی صفحه ببینید. یکی از لیکرهای بازی فورتنایت واسپلاس در موردش توضیح داده که نوشته اپیک گیمز داره دست نگه نمیداره، فورتنایت داره دست نگه نمیداره و آپدیت ها رو در مرحله های تست قرار داده که آپدیت های 13.10 و 13.20 هستش که قراره به زودی به داخل بازی اضافه بشن که به احتمال خیلی زیاد قراره آپدیت جدید در این هفته داشته باشیم، سه‌شنبه یا چهارشنبه، تا چیزای زیادی رو مثل فلرگان یا مولوتوفایی که قراره به داخل بازی اضافه بشه رو فورتنایت بیاره که خیلیامون منتظرشیم از اول فصل، که به نظر من خیلی عالیه و فورتنایت به آپدیت های هفتگیش برگشته مثل چپتر 1 که از این بهتر نمیشه. بهتون بگم که همه آپدیت ها دانلود ندارن و به احتمال زیاد آپدیت این هفته دانلود زیادی نخواهد داشت و فقط انگار فورتنایت یه قفل رو باز میکنه و چیزهای جدید در داخل بازی دیده میشن. خب از این موضوع خیلی خوشحال کنندمون بگذریم، برسیم به موضوع بعدی که خیلیاتون از من سوال کرده بودید که سرنوشت مایدس چی شد و در مورد کورسه های طلایی از من سوال کرده بودید که باید من برای شما اینو بررسی میکردم. همونطور که در اول فصل دیدیم مایدس رو یه کوسه خورد و دیگه به امان خدا رفت و دیگه هم مثل اینکه خبری ازش نیست و الان خیلی از بازیکن ها کوسه هایی رو دیدن در داخل بازی که حالت طلایی دارن، حالت میتیک دارن که اینور اونور میرن و از دهنشون نورهای طلایی میاد بیرون، که اول خیلی ها فکر میکردن که این کوسه همون کوسه ای هستش که مایدس خورده و داره اینور اونور مپ میره، ولی به نتیجه رسیدیم که اگر کوسه ها در داخل بازی یک تفنگ میتیک رو بخورن، یعنی زمانی که توی آب افتاده باشه، شما اونا رو به صورت طلایی یا حالت میتیک میبینید، که این نشون میده مایدسی در کار نیست و این فقط کوسه ای هستش که حالت میتیک داره. پس زمانی که دیدید کوسه ای داره میدرخشه، برید بزنیدش و اون تفنگ میتیک رو از دستش در بیارید، که تفنگای میتیک خیلی توی بازی قوی هستن و به شما توی بردن بازی خیلی کمک میکنن. میخواستم این سوالم از شما بکنم که شما تا حالا تونستید از این کوسه هایی که حالت طلایی دارن توی بازی ببینید یا نه؟ من که خودم به شخصه ندیدم و تا حالا باهاش مواجه نشدم. اگر شما دیدید حتما توی کامنت ها بگید ببینیم که چند نفر توی بازی تونستن که چنین کوسه هایی رو پیدا کنن و ازش استفاده کنن. خب از این مورد بگذریم، برسیم به مورد بعدیمون و خبر بعدیمون که یک خبر خیلی عالی در مورد اسکین لوزر فروته که با مدت ها صبر کردن ما برای اینکه به آیتم شاپ بیاد، قرار سرانجام به آیتم شاپ اسکین لوزر فروت بیاد. که اول بیام این خبر رو از سیزیلیکس بخونیم که لیکر فورتنایت در موردش توضیح داده که فورتنایت بعد از اومدن آپدیت یک هات فیکس به داخل بازی اضافه کرده که نوشته بک بلینگی که ریاکت میکنه زمانی که شما کیل میگیرید، بک بلینگ میدرخشه، که بعدش نوشته که reactive fruit breaks away on impact، که فروت نوشته، فروت یعنی میوه و نشانه لوزر فروت هستش، و این توضیحاتی که دادم مربوط میشه به اسکین لوزر فروت، یعنی بک بلینگ ریاکتیو داره در داخل بازی، یعنی با هر کلی که میگیرید رنگی درخشان میشه ازش یا چیزایی مثل میوه ها توش رنگی میشن. تا همین الان یک شک بود که همه فکر میکردن که قرار 21 جون به داخل بازی اضافه بشه، که همین چند ثانیه پیش که من داشتم توییتر رو میگشتم دیدم که لوزر فروت یک عکس رو توییت کرده که نوشته ایتس تایم، یعنی دیگه وقتشه، که یک خونه رو نشون داده با آرم لوزر فروت روش، که نمیدونم واقعا این قرار داره روش یا نه، یا اینکه کجای مپ قرار داره، که اگر شما دیدید بگید که کجای مپ توی کامنت ها که هممون دیگه بدونیم. به هر حال خودش دیگه تایید کرده که اسکینش قراره به داخل بازی فردا بیاد. میتونید عکس اسکینش رو روی صفحه ببینید که قیافش رو فورتنایت درست کرده و خیلی بهترش کرده. این اسکین به احتمال زیاد به صورت باندل خواهد بود، مثل اینکه مثلا 2000 تا وی باکس بدید تمام این
اینا رو بگیری که خیلی ارزون در میاد، یا اینکه اسکینش رو به صورت خالی بگیری که اونقدر به سود نیست، ولی اگرم میخواین اونم میشه. و میتونید فکر کنم ایموتش هم به صورت جدا بگیرید، یا اینکه ممکنه ایموتش به اسکینش مربوط باشه. یادتون نره که قبل از خریدش از کد سیناریو توی آیتم شاپ استفاده کنید تا از این طریق بتونید از منم حمایت کنید. شما در مورد اسکین لوزر فروت چی فکر میکنید حتما توی کامنت ها بگید. خب حالا بیایم اگر از بخش اسکین لوزر فروت بگذریم، میرسیم به بخش بعدی که مربوط میشه به یک اسکین قارچ که من در موردش در دو تا ویدیو قبلم صحبت کردم که اطلاعات دوباره جدیدی در موردش پیدا کردیم که به نظر من اسکین قارچ توی بازی خیلی جالب میشه، که میتونید روی صفحه اطلاعاتش رو ببینید که نوشته اسمش کرسنت شروم هستش که دیگه اسمشه، بعد نوشته که رئیس تمام قارچ ها یا مستر همه قارچ ها به داخل جنگ میاد، که نوشته حالت معمولی و حالت درخشنده داره. یعنی اگر شما برید توی بازی قارچای رو میبینید که یکی حالت درخشنده داره که مثل اسلورپ هستش و یکی حالت معمولی داره که فقط میخوری و شیل به دست میاری. بعد نوشته اسم بکبلینگ بلو بگه که اسم بکبلینگشه. بعد نوشته توضیحاتش کاملا مناسب برای پادشاه قارچا هستش که خیلی جالبه. بعد یه دونه پیگکس هم داره که اسمش مدکپه و توضیحاتش نوشته make it ماشی، که مربوط میشه به همون ماشروم یا همون اسم قارچ به انگلیسی. که خب از این موضوع بگذریم، برسیم به موضوع بعدی که مربوط به آتیش گرفتن قسمت‌های مختلف هستش، که واقعا برای ما مهمه که اگر یادتون باشه یه تیمی در داخل داستان بازی وجود داشت به نام نوسوئت. یعنی اگر تابلوهای نوسوئت اینشورنس رو دیده باشید، مربوط به این گروهه که علامت چتر آتشی رو نشون داده، که توضیحات مختلفی رو در مورد بازی فورتنایت داده و الان هم اطلاعات مختلفی رو به ما در مورد آتیش‌ها در داخل بازی داده، که نوشته بعد از اتفاق افتادن چیزهایی در مورد کمپ‌فایرها ما به ساینتیست‌ها یا دانشمندامون در مورد این موضوع گفتیم که تحقیق کنن، که پیدا شده که نوشته اگر شما در کنار و دورور کمپ‌فایرها وایسید به شما هیل داده میشه و شما میتونید اچ پی خودتون رو بالا ببرید، ولی اگر روش وایسید به شما صدمه وارد میشه. برای همین ما پیشنهاد میکنیم که از چاگ اسپلش استفاده کنید تا اینکه جاهای سوخته خودتون رو درمان کنید، و بهترین پیشنهاد ما اینه که روی کمپ‌فایرها نشینید. که این پیامی بوده از گروه نوسوئت که مربوط میشه به همون گروهی که دورور بازی تابلوهای خودش رو زده، که به احتمال زیاد این گروه مربوط به داستان بازیه که داره اطلاعات مختلفی رو در مورد بازی به ما میده. و حرف از آتش شد، ما اطلاعات خیلی مختلفی رو در مورد فلرگان ها در داخل بازی پیدا کردیم، که من در فصل 2 بازی هم در مورد فلرگان ها و اومدنشون به داخل بازی توضیح دادم، که دوباره اطلاعات عالی رو در موردش پیدا کردیم که میتونید روی صفحه ببینید. نوشته فلرگان اینفو، زمانی که شلیکش میکنید دو تا ترکش داره که بعد از 1.82 ثانیه منفجر میشه، که خیلی سریع شلیک میکنه و موقعی که شلیک میشه حالت جاذبهش تغییر میکنه، که یعنی فکر کنم به دقت تیراندازی شما بستگی داره. یه بار روی زمین جهش میکنه زمانی که به زمین بخوره. و نوشته که زمانی که یه نفر گلایدر رو باز کنه توی جاذبه این فلرگان ها تاثیر میذاره، که فکر کنم موقعی که میخوایم به کسی که گلایدر داره شلیک کنی بهش نخوره. اگر حالت آتش گرفتن رو هنوز در داخل بازی ندیدید، بریم ما این کلیپ رو ببینیم و برگردیم. خب همونطور که دیدید زمانی که جای آتیش بگیره این شکلی میشه و کل ساختمون خراب میشه زمانی که آتیش بگیره، و یه دونه مولوتوف هم قراره به داخل بازی بیاد، که این فصل حالت آتیش گرفتن ما زیاد داریم، مثل اینکه و فورتنایت میخواد بازی رو خیلی واقعی تر کنه، حتی بازی های واقعی تر از فورتنایت هم حالت آتیش گرفتن خونه ها رو ندارن. خب از این موضوع فلرگان ها و آتش ها در داخل بازی بگذریم، برسیم به موضوع بعدیمون که مربوط میشن به ماشین ها در داخل بازی، حالت شکل های مختلف و تعداد ماشین های که قراره در داخل بازی باشه زمانی که بیاد، مثل هلیکوپترهایی که قبلا در سیزن 2 به داخل بازی اضافه شدن. بازم ما اطلاعات زیادی رو قبل از اومدن ماشین ها داریم، که همونطوری که روی صفحه میبینید ما 4 تا ماشین مختلف در داخل بازی خواهیم داشت، حالت کوچیک، حالت متوسط، حالت بزرگ و پامیون ها در داخل بازی، که نشون میده قرار ما تنوع زیادی رو در انتخاب ماشین در داخل بازی داشته باشیم. بعد نوشته حالت کوچیکش 800 تا اچ پی یا همون خون داره، حالت متوسطش 1000 تا اچ پی داره، حالت بزرگش 1200 اچ پی داره، و حالت کامیونش بیشتر از فکر کنم 1200 باشه، که منگولیکس نتونسته اونو کاملا پیدا کنه. که تعداد ماشین هایی که قراره توی هر بازی باشه از 1 تا 10 خواهد بود، که به نظر من تعداد خوبی برای بالانس کردن بازی هستش. فکر کنید اگر 20 تا ماشین در داخل بازی باشه هر کس باید یه دونه ماشین سوار بشه، که اصلا خوب نیست، و تعدادش پایین تر باشه خیلی عالیه. دوباره اطلاعات خیلی بیشتری هم دارم در موردش که از این بهتر نمیشه. نوشته این
ماشین ها دارای حالت بوست هستن. بوست به این میگن که شما میتونید اونا رو یه دفعه مثل نیتروی که توی بازی های ماشین میزنید ازش استفاده کنید و اینو ما قبلا هم تو گلف کارت ها در فصل 5 بازی فورتنایت داشتیم. بعد نوشته که ماشینا زمانی که بهشون دمج وارد بشه سوخت خودشونو از دست میدن، یعنی شما باید بهشون سوخت بزنید اگر میخواین حرکت کنید، که بهتون گفته بودم در ویدیو قبلی سوخت هم قراره به داخل بازی اضافه بشن. بعد نوشته که هر ماشینی سوخت مخصوص به خودشو داره، یعنی زمانی که ماشین کوچیکتر استفاده میکنید ماشینتون سوخت کمتری میخواد و زمانی که از ماشین بزرگتری مثل کامیون استفاده میکنید سوخت خیلی بیشتری میخواد، که شما باید اینو توی بازی کاملا بدونید تا استفاده اشتباه نکنید. ماشینای بزرگتر با سوخت بیشتر در داخل بازی وجود دارن و ولی خیلی سریعتر سوختو میسوزونن. بعدش ماشینای کوچیکتر سوخت کمتری دارن ولی خیلی کنتر سوختو میسوزونن، که این نشون میده بازی فورتنایت سعی کرده که هر چقدر که میتونه اینو واقعیتر کنه در داخل بازی، که به نظر من خیلی کار خوبی کرده. بعد حالا میرسیم به اطلاعات خیلی مهمتر که هر ماشینی به چه اندازه سوخت داره زمانی که در داخل بازی میبینیدشون، که نوشته حالت متوسط و حالت کوچیک 40 تا 100 تا سوخت دارن زمانی که توی بازی فول هستش سوختشون. بعد نوشته ماشینای بزرگ 50 تا 100 تا دارن که بیشتر هستش و در حالت پرشون 150 تا خواهد بود، یعنی شما ماشین بزرگو با باک پر دریافت نمیکنید. بعد کامیونا در داخل بازی 80 تا 100 تا سوخت دارن، بعد شما فقط میتونید تا 100 تا کامیونا رو پر کنید، که کامیونا رو فکر کنم فورتنایت از عمد کمتر کرده که نتونی هر کی رو توی بیلدش بهش حمله کنی و بزنی و بوست کنی، که نشون میده فورتنایت از قبل سر همه اینا فکر کرده، بعدش نیومده اینا رو یه دفعه به داخل بازی بیاره تا مشکلات زیادی در داخل بازی ایجاد بشه. نظر شما در مورد ماشینا در داخل بازی چیه؟ به نظر من قراره بازی رو از این رو به اون رو کنه که زمانی که سطح آب در داخل بازی کمتر بشه حتما ما ماشینا رو میبینیم، مثل حالتی که بعد از فکر کنم یکی دو هفته بود که هلیکوپترها به داخل بازی در فصل 2 فورتنایت اضافه شدن. حتما توی کامنت ها نظر خودتون رو بگید. خب از این موضوع بگذاریم، برسیم به موضوع مهم بعدیمون که مربوط میشه به موضوع خیلی جالبمون در مورد آتلانتیس، یا جایی که قرار آکوامن به داخل بازی بیاد، که تونستیم الان گیم پلیش هم در داخل بازی پیدا کنیم که از این بهتر نمیشه. چرا آتلانتیس جایی هستش که آکوامن قراره به داخل بازی بیاد و یک جای خیلی بزرگ هستش. اگر ویدیوهای قبلی منو دیده باشید که میتونید عکسش هم روی صفحه ببینید، یکی از لیکرها تونسته گیم پلیش هم توی بازی پیدا کنه که این شهر در زیر این گرداب بزرگ قرار داره که الان در داخل بازی دیده میشه و زمانی که در داخلش برید باعث میشه که شما به سمت آسمون برید. که بریم با همین کلیپ رو ببینیم و برگردیم. خب همونطور که دیدید به احتمال زیاد این شهر قرار شهر آتلانتیس باشه و مثل حالتی که ددپول داشت در داخل بازی، یعنی یاتو برای خودش کرده بود، اینجا قرار برای آکوامن باشه که زمانی که خود آکوامن هم بیاد فکر کنم کوسه ها رو سواری بگیره ازشون و دورور این قسمت بچرخه و شما با زدنش یک اسلحه میتیک بگیرید که باهاش بتونید دیگران رو بزنید. حالا باید منتظر بمونیم که فورتنایت قرار اینا رو چه شکلی به داخل بازی اضافه کنه. خب بچه ها این بود از آخرین خبرهای بازی فورتنایت. منتظر ویدیو خبری روزهای آینده باشید که پر از خبر و موضوع هستش این روزا با اومدن فصل جدید، که من واقعا خوشحالم و میبینم که شما هم خیلیاتون توی کامنت ها خوشحال هستید. باگ ها و مشکلات مختلفی در داخل بازی وجود داره، من ازشون با خبرم، ولی همیشه زمانی که فصل جدید میاد چنین چیزهایی در داخل بازی پیدا میشه. و اگرم به بازیتون هم نگاه کنید فورتنایت هنوزم در حالت ارلی اکسس قرار داره و در حالت کامل نیست و ما باید انتظار چنین چیزهایی رو در داخل بازی داشته باشیم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما 5 ثانیه یه لایک بزرگ به ویدیو بدید، و تازه با کانال آشنا شدید سابسکرایب رو فراموش نکنید که بزنید و جزو آیرو گنگ بشید. ما هر روز ویدیو داریم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، ویدیوهای قبلی ما حتما نگاه کنید. همتون عشقید. من سینای رو هستم و شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.